حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی توسط دشتیمان خامنه‌ای در زندان اوین. مقابله زندانیان سیاسی با دشتیمان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور. بیانیه اقدام فوری عفو بین الملل برای نجات جان زندانیان سیاسی زندان اوین. دشتیمان رژیم آخوندی روز پنجشنبه 28 فروردین زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را به طور وحشیانه مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار دادند. در جریان یورش دشتیمان خامنه‌ای به زندانیان سیاسی که بیش از 5 ساعت به طول انجامید، زندانیان با شعار مرگ بر دیکتاتور به مقابله با مزدوران سرکوبگر پرداختند. در یورش وحشیانه دشتیمان بسیاری از زندانیان دچار خونریزی، شکستگی سر و دنده و استخوان و پارگی عروق شدند و دست کم 4 تن از زندانیان به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت چند تن از زندانیان وخیم گزارش شده است. دشتیمان تعدادی از زندانیان را با ضرب و شتم به سلولهای انفرادی منتقل کردند. غلامرضا خسروی سوادجانی، اسدالله هادی، جواد فولادمند و اسدالله اسدی 4 زندانی اتاق 1 بودند که به شدت مصدوم شدند. وضعیت اسدالله هادی که به تازگی عمل جراحی قلب باز انجام داده نگران کننده است. به دنبال یورش وحشیانه مزدوران سرکوبگر رژیم به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم شدید آنان، عفو بین الملل طی بیانیه‌ای برای اقدام فوری اعلام کرد جان زندانیان سیاسی اوین در خطر است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است: از تهران گزارش شده که گاردهای زندان به بند 350 زندان اوین که بسیاری از زندانیان سیاسی در آن نگه داشته می شوند یورش بردند. این یورش به مجروح شدن زندانیان منجر شده و از جمله دنده برخی از آنها شکسته است. حداقل 32 نفر از افراد بند 350 به سلولهای انفرادی در بند 240 اوین منتقل شدند. 26 نفر دیگر از زندانیان مجروح شدند.